دوستانی در داخل هم این بهره برداری رو کردن که سعی کردن که در اکران یه جور صحبت کنن که این جوریه. ببین فیلم تو رو من خیلی دوست دارم، فیلم خوبی هم هست لطف شما، در واقع یکی از فیلمای خوبت هم هست در واقع، حالا شاید ایده دوست نداشته باشم، ولی من خارج از تفکرات فیلم ها رو خارج از تفکرات میبینم و خارج از تفکرات قضاوت میکنم و در واقع معتقدم تفکر سالمی هم پشت شد. ولی خب الان جویه که اون جو خیلی بزرگ کردن، اون فیلم ما ندیدیم، ما که اون فیلمو ندیدیم، عنکبوت اون که مقدر اونایی که دیدن باید نظر بدن. حالا اونایی که دیدن میگن خیلی فیلم مزخرفی بوده، اونایی که دیدن، اونایی که من با چند نفر تیکن صحبت کردم گفتن فیلم خوبی نبوده، ما که ندیدیم قضاوت اصلا در مورد اون فیلم نمی‌کنیم. ولی خب به هر حال این چیزی که تو میگی هست دیگه، یعنی در مورد توش پیش اومده دیگه، یعنی ولی در حالی که اصلا تو فیلمو بدون اینکه بخوای در مورد اونجا بسازی، فیلم خودت ساختی، فیلم خودت ساختی، درسته؟ بله. و من اگه مثلا میخواستم عرض کنم که اگه همین الان من عنکبوت مقدس رو میدیدم و قرار بود بدون قرار قبلی بسازم، بازم همین جوری میساختم، هیچ فرقی برام نمیکرد. یعنی اصلا من که برای جوابیه کسی فیلم نمیسازم. برای چی؟ بدون قرار قبلی از کجا آمد؟ ایدهش؟ ببینید صادقانه، حالا اتفاق اینجوری بود که ما در واقع بنیاد سینمای فارابی یه پیشنهادی به من دادن، پیشنهادشون هم این بود که ما بیایم یک فیلم ایرانی بسازیم. برای من سوال اینجوری بود که آقای رضاداد به من اولین بار زنگ زدن، گفتن که فلانی تو یک فیلمی که یه فیلم دلی در واقع برای ایران دوست داری بسازی؟ گفتم آقای رضاداد من دارم یه فیلمنامه دیگه کار میکنم، داشتیم روی فیلمنامه کار میکردیم، ولی اگه واقعا با این مضمونه و با این چیزه، من هر کاری داشته باشم تعطیل میکنم، برای که فکر میکنم هر کسی یه بار فرصت داره. هر مال اونا بود، هر مال نه همین ایده، فقط همین یه جمله، فیلم راجع به ایران، فیلم راجع به ایران، همین یه جمله. بعد ما اومدیم گفتم که آقای رضاداد اگر شما این رو به عنوان پیشنهاد دارین به من میگین، من هر کاری تو زندگیم داشته باشم تعطیل میکنم، چون فکر میکنم یه بار این همچین فرصتی دارم، آیا همچی اتفاق میتونه بیفته؟ گفتن تو ایدهتو بده، ما در فکریم که امسال یه فیلم اینجوری ساخته میشه. ما شروع کردیم با اولی که با چند تا از نویسنده ها، حتی نویسنده های غیر سینمایی شروع کردیم صحبت کردن دنبال ایده و طرح و اینکه بخواستیم این فضا برامون چشه. زمانی که به یک ایده رسیدیم، یک سخطی که طرح نبود هنوز، میگفتیم آقا برای ایران بخوایم کار کنیم این سه تا کلید واژه باید باشه. به نظر خود من پیشنهادهای ما این بود که پیوند با ریشه ها، پیوند با خیشتن، یک فراق، یعنی فراق و دنبال کلید واژهش بودیم. و بعد رسیدیم به امام رضا. ماجرای امام رضا برای من ماجرای ملیه، یعنی علاقه من همه میدونن که دیگه الان بعد این فیلم بالاخره من ارادتم رو امیدوارم تونسته باشم بگم، من ماجرا برام ماجرای ملیه. من میگم آقا ما ایرانی هایی داریم با مذاهب و دین های مختلف که ارادت به امام رضا دارن، اصلا مسئله گروه خاصی یا علاقمند خاصی نیست. با این پیشنهاد دادیم. اوایل در واقع خود فارابی خیلی دغدغه تولیدش رو پیدا کرد، دغدغه به لحاظ مالی عرض میکنم، یعنی گفتن این طرح، پس ما حتی به اینجا رسید که این فیلم رو نمیشه تولید کرد. رفتیم جلوتر گفتن آقا این فیلم اون چیزهایی که فکر میکنیم بشه حمایت یا شراکتی گرفت برای فارابی، اون موقع آقای تابش بودن تو فارابی و آقای ایلبگی معاونت فرهنگ، گفتن که اون بخش ها کمرنگ تو فیلمه و این رو مثلا میتونی نگاه دیگه ما هرچی فکر کردیم دیدیم این طرح ماست، واقعا دیگه کارش نمیشه که از این جلوتر دیگه با باور ما فرق داره. گفتیم نمیشه تا یک سوم آخر فیلم برداری آقای جیرانی، آقای رضاداد، آقای ایلبگی، آقای تابش همراه بودن با فیلم، ولی خدا میدونه من هر روز میگفتم این فیلم تموم نمیشه، چون پول نداشتیم، هیچ کسی نیومد شراکت کنه در فیلم، هیچ کسی. زمانی که داشت فیلم برداری تموم شد، مؤسسه تصویرشهر تازه با خبر شد که آقا چرا از اول به ما نگفتیم 20% شریک شد. هیچ جایی در واقع هیچ ارگانی نبود. من امروز که خدمت شما هستم هنوز دستمزدم و با فیلم بدون قرار قبلی تصفیه نکردم، فیلم اکران شده هنوز تصفیه نکردم.
و تمام این دو سال من هیچ کاری نکردم به غیر از بازی در فیلم هناس که یک 45 روزی من درگیرش بودم در پس تولید فیلم بدون قرار قبلی. امروز هر کی به من میگه فیلم بعدی بیا صحبت کنیم طرحی چیزی، میگم بذاریم این موجود زنده این بچه رو ما برسونیم اکرانش تموم شه بعد من تازه میتونم حرف بزنم.